به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود فراوان خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوارم هر کجایی که هستید حال دلتان خوب باشه به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد درس امروز شویم شماره واتساب ما را به خاطر داشته باشید شماره ما هست در دو سفر 964 780 255 40 13 شما میتونید که از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید خب شایده عزیز و نازنین در جلسه 11 هم قرار داریم قصد داریم در این جلسه دو تا موضوع رو بررسی کنیم اول یک قوه به نام قوه سعودی که در بعضی جا به یک قوه شناوری هم گفته میشه سیست پس هم قوه سودی هم قوه شیناوری هر دوش یک معنا و مفهوم میده در رابطه بازی این قوه داریم صحبت کنیم و در ادامه یک قانون بسیار مهم به نام قانون ارشمیدس با همدیگه بررسی خواهیم کرد اما قبل از اینکه وارد درس امروز شویم یک مروری بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل ما یک اصل بسیار بسیار مهم در فیزیک به نام اصل پاسکال بررسی کردیم خب اصل پاسکال چی میگفت؟ شما به من کمک کنید که یک یادآوری شود اصل پاسکال میگفت که اگر بر یک مایه فشاری وارد شود این مایه این فشار به تمام نقاطی که با مایه در ارتباط هستند چی وارد میکن؟ من جمله وسایلی که از طریق اصل پاسکال ساخته میشد بالابر بالابرهای هایدرولیکی بود که ما طرز کاری بالابرها رو به شما گفتیم برای بلند کردن اجسام سنگین از این بالابرها استفاده میشد. خب به خاطر اهمیتی که این موضوع داره یعنی بالابرهای هایدرولیکی چند تا مثال با هم دیگه حل کنیم که هم یاداوری شد و هم شما تسلط بیشتری بر این موضوع پیدا کنید پس مثال ها رو با هم ببینیم مثال اول با هم میخوانیم گفته که در شکل زیر یک بالابر هایدرولیکی را مشاهده میکنید این یک مساحت پیستون کوچک و ای دو مساحت پیستون بزرگ است فشار وارد بر پیستون بزرگ چند برابر فشار وارد بر پیستون کوچکتر است خب شما عزیزان جواب سوال به من بدین فشار وارد بر پیستون بزرگ چند برابر فشار وارد بر پیستون کوچک است چند برابر خب راهنمایی کنم از اصل پاسکال استفاده کنید دیگه خب به شک نگاه کنید ما توضیح بدیم اینجا پیستون کوچکی ما قرار داره با مساحت A1 اینجا هم پیستون بزرگی ما قرار داره با مساحت A2 دیگه سعیسته؟ خب گفته فشار وارد بر پیستون بزرگ چند برابر فشار وارد بر پیستون کوچکه خب شاگردای عزیز اگر ما اینجا یک فشار رو ایجاد کنیم فشار چگونه ایجاد میشه؟ یک قوایی را مثل قوه F1 ما عمود بر پیستون A1 وارد میکنیم سعیسته؟ خب اینجا قوه که وارد کردیم اینجا یک فشار ایجاد میشه این فشار به این مایه منتقل میشه دیگه صحیح خب اصل باسکال چی میگفت اصل پاسکال میگفت که اگر فشاری بر مایه وارد شود مایه این فشار به تمام نقاطی که با مایه در ارتباط هستند من جمله پیستون بزرگتر وارد میکنه پس چه نتیجه میگیریم نتیجه ای که میگیریم اینه که فشاری که اینجا وارد میشه با فشاری که اینجا وارد میشه با همدیگه برابر آفرین بر شما که از اول جواب سوال فهمیدین پس میگیم که پی یک یعنی فشاری که وارد بر پیستون کوچکتر است مساوی است با فشار وارد بر پیستون بزرگتر دیگه سعی شد مثال بعدی رو ببینیم مساحت یک پیستون در بالابر هایدرولیکی دو سانتی متر مربع است و قوه ده نیوتن به آن وارد می شود در حالت تعادل بر چه مساحتی قوه سینی و تن عمل می کند برچه مساحتی پس مساحت اینجا مجهول مسئله ما هست خب این مسئله رو با رسم شکل با همدیگه حل می کنیم. <applause> یک بالابر هایدرولیکی برای خودمان ترسیم میکنیم دیگه میگیم این بالابر هایدرولیکی به این صورت اینجا پیستون کوچکتر ما قرار داره ای یک مساحتش به ما چند داده گفته دو سانتی متر مربع پس می دو سانتی متر مربع قوه ده نیوتن به آن اعمال می شود پس اینجا قوایی که وارد شده F1 مساوی با 10 نیوتن در حالت تعادل بر چه مساحتی پس A2 اینجا برای ما مجهول گفته بر چه مساحتی قوای سی نیوتن اعمال می شود پس اینجا قوه که وارد می شود F2 مساوی با C نیوتن است دیگه سه سعی سه سعی دو مشهوله خب طبق فرمولی که ما در رابطه با بالابر های هیدرولیکی به شما عزیزان گفتیم گفتیم این صورت دیگه میگیم P1 مساویه با P2 طبق اصل پاسکال پس از اینجا نتیجه میگیریم. P1 میشه F1 بر A1 F1 بر A1 مساوی میشه با P2 میشه F2 بر A2 دیگه سعی شد خب F1 که با ما داده دیگه 10 نیوتن قرار میدیم A1 که ما داده دو اف دو رو به ما داده سی و a دو مجهوله خب از این رابطه قصد داریم a دو رو دریافت کنیم خب شما یک طرف این وسط این انجام بدین ده تا a دو ای بالا می ده تا دو, دو مساوی میشه با دوی ضرب در سی هم که برابر با شست میشه از این رابطه میگیم که ای دوی ما مساوی میشه با شست بر ده که برابر با شش میشه واحدش چی میشه؟ آفرین واحدش چون پیستون کوچک واحدش بر اساس سانتی متر مربع به ما داده بود پس واحد از این هم سانتی متر مربع میشه پس مساحت پیستون بزرگتر ما شد 6 سانتی متر مربع باز هم یک شکل از بالابر هایدرولیکی برای خودمان ترسیم میکنیم میگه که مساحت پیستون کوچک یعنی A1 به ما داده 20 سانتی متر مربع مساحت پیستون بزرگ یعنی A2 را به ما داده 1000 سانتی متر مربع و قوای وارد بر پیستون کوچک یعنی این قسمت F1 به ما داده 50 نیوتن چی مجهول گفته پیستون بزرگ چه قوی را میتواند جابجا کند پس اف دو برای ما مجهوله صحیح است خب باز هم رابطه رو می‌نویسیم میگیم که اف یک بر ای یک مساوی میشه با اف دو بر ای دو خب از اینجا اف ای یک به ما داده 50 نیوتن قرار میدیم ای یک به ما داده 20 قرار میدیم f دو مجهول است و ای دو هم که به ما داده یک هزار خب یک طرف این وسطا انجام میدیم میگیم 20 تا f 2 50 هزار در یک هزارم برابر پینجا هزار هم برابر ها 50 هزار میشه دیگه سه ایسته خب. یک صفر شما اگر از این سمت با یک صفر از این سمت اختصار کنید f 2 دریافت میشه f 2 شما برابر با 5 هزار نیوتن میشه دیگه سهی شد؟ این جوابی سوال خیلی جالبه دیگه شما نگاه کنید بر پستون کوچک قوه خیلی کمی را اعمال کردید یعنی 50 نیوتن قوه را اعمال کردید و تانیست در این قسمت یک جسمی که مثلا وزنش 5000 نیوتن هست را بالا ببرید پس بالابرهای برهای کارش همیه دیگه با اعمال یک قوه بسیار کم میتونیم اجسام سنگین از جایش بلند کنیم خب این مروری بود بر درس جلسه قبل به خاطری که موضوعش بسیار موضوع مهمی هست چند تا مثال هم حل کردیم امیدوار هستم که در یک قسمت دیگه مشکل شما عزیزان نداشته باشید اما درس امروز ما قصد داریم قوه سعودی یا قوه شناوری رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم گای اقاد شما وارد حوز آبازی که میشید هرچی به اعماق فرو میرین به اعماق آب یک قوه شما رو به سمت بالا میکشاند این قوه هسته قوه شناوری یا قوه سعودی پس تعریفش چی میشه تعریف قوه سعودی به این صورت هم میگه به جسم های درون یک سیال سیال چی بود؟ گفتیم هر ماده که شکل خود نتونه حفظ کنه مثل مایم مثل گاز بیان میگیم سیال دیگه به جسم‌های درون یک سیال به سمت بالا یک قوه اعمال میشه به نام قوه سودی اما شاگردای عزیز شاید این سوال به ذهن شما ایجاد شده باشه که خب دلیل از این چیه؟ چرا یک قوه به سمت بالا اعمال میشه و قصد داره که جسم به سمت بالا بکشه خب اینو با هم دیگه بررسی کنیم اما شما جوابش میدانید دیگه در جلسات قبل در رابطه با فشار که صحبت کردیم جوابش به شما گفتیم دیگه خب اینو با هم دیگه یک بررسی داشته باشیم خب یک ظرف در نظر بگیرین یک ظرف ما داریم فرض کنید داخل این ظرف ما یک مایه قرار داره این سطح آزاد مایه یک مایه داخل از این ظرف ما قرار داره مثلا آب قرار داره سیال است دیگه سیست خب ما یک جسم داخل از این مایه قرار میدیم این جسم مایه سعی شد ما در جلسات قبل در قسمت بررسی فشار مایعات خدمت شما عزیزان گفتیم که هرچی به عمق مایع فرو میریم چه اتفاق میشه؟ فشار میشه. ما چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه پس فشاری که بر ته ای جسم ما به انجام ای جسم ما وارد میشه فشاری که اینجا وارد میشه بیشتر از فشاری که در سطح مایع ایجاد میشه پس اینجا ما یک اختلاف فشار داریم دیگه بین چی؟ بین ته جسم و اول جسم دیگه صحیح شد؟ پس چی گفتیم ما؟ ما رو گفتیم که هر چی عمق مایع زیاد شه فشار بیشتر میشه پس این تای جسم که داخل عمق مایع قرار گرفته فشار بیشتری رو تحمل میکنه نسبت به این اول جسم که در سطح آزاد مایع قرار گرفته پس اینجا یک اختلاف فشار ایجاد میشه این اختلاف فشار باعث ایجاد یک قوی میشه به نام قوه سعودی که قصد داره جسم به سمت بالا کش کنه قوای سعودی هم عزیز با اف بی نمایش میدیم صحیسته؟ از این بعد هر جایی که ما اف بی به شما گفتیم منظور ما من همان چیه قوه سعودی هسته این شد از علت ایجاد قوه سعودی <applause> با توجه به این نکته ای که گفتیم قصد داریم که یک موضوع بسیار مهم خدمت شما از آن بیان کنیم اون نکته چیه؟ میگه وقتی که شما یک جسم میره داخل سیال قرار میدید سه تا حالت ممکنه که اتفاق بیفته. حالت اول جسم در سیال فرو میره یعنی میره تای ظرف قرار میگیره حالت دوم جسم درون سیال شناور میمانه و حالت سوم جسم روی سیال شناور میمانه پس یا میره در تای ظرف قرار میگیره یا داخل شناور میمانه یا روی سطح آب یا سطح سیال ما قرار میگیره سه سعی سوالات ممکنه پیش بیاد اما حالا ما نسبت به این نکته ای که گفتیم میخوایم علتش بررسی کنیم چه علتی وجود داره که همچین اتفاقی میفته پس با همدیگه تخت سیار رو نگاه کنیم تا ما علت از به شما عزیزان بیان کنیم حادثه اول چی گفته؟ گفته وقتی شما جسم داخل سیال قرار میدید جسم در سیال فرو میره خب ما یک ظرف در نظر میگیریم این ظرف ما یک مایه داره وقتی که شما جسم داخل از این مایه قرار میدین، این جسم شما در سیال فرو میره میره ته قرار میگیره صحیح است؟ دهی حالت میگیم که شاگیدار عزیز حواستون باشه که کسافت جسم کثافت شما یاد گرفتی در سنفای قبل دیگه است با رو نمایش میدیم میگیم که کثافت جسم در این حالت بیشتر از کسافت سیال ما هستن که باعث میشه جسم داخل سیال فرو بره و همچنین در این حالت شما یاد گرفتید که یک قوای ما داریم به نام قوای سعودی که به سمت بالا وارد میشه دیگه صحیح یک قوای دیگه هم داریم جسم ما وزن داره دیگه پس یک قوای Mg هم به سمت پایین از جسمه دیگه وقتی که جسم شما داخل سیال فرو میره ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم که در این حالت Mg یعنی وزن Mg وزن نشان میده دیگه ام کتله جسمه ضرب در دهکی بکنیم وزن به ما نشان میده اینو در جلسات قبل گفتیم میگیم در این حالت Mg یعنی وزن جسم بیشتر از Fb بی یعنی قوه سودی هسته که باعث میشه جسم داخل سیال فرو بره این میشه حالت اول دیگه سعی شد اما حالت دوم چی میگه؟ میگه جسم درون سیال شناور میماند ما یک ظرف باز رسم میکنیم این سطح آزاد مایه یا مایه مایه این جسم شماست در داخل سیال شناور مانده یعنی نه در سطح سیال آمده نه پایین رفته وسط شناور مانده در این حالت ما میگیم که کسافت جسم مساوی است با کسافت سیال ما و همچنین قوه سعودی که اف بی هسته و همچنین قوه وزن که ام جی هستن با هم دیگه برابرن پس میتونیم بگیم که ام جی مساوی است با اف بی دیگه اید یه ای حالتیه که جسم درون سیال شناور میمانه حالت سوم چی میگه حالت سوم میگه که جسم روی سیال شناور میمانه پس باز هم که یک ظرف ما در نظر بگیریم به این صورت که داخلش یک سیال قرار داره وقتی شما جسم داخل از سیال قرار میدید این جسم شما روی سطح سیال شناور میمانه دیگه سیسته؟ در این حالت چی میگیم؟ در این حالت میگیم که کسافت سیال بیشتر از کسافت جسم است سیسته؟ و همچنین میتونیم بگیم که قوه سودی یعنی اف که به سمت بالا بر جسم وارد میشه قوه وزن هم که به سمت پایین وارد میشه در این حالت قوه سعودی ما یعنی اف بیشتر از قوه وزن یعنی ام جی پس این سه حالت شایده عزیز خیلی خیلی مهم هستن این سه حالت ما با هم بررسی کردیم بارها و بارها از این حالت ها در سوالات کنکور ما سوال داشتیم پس این سه حالت حتما با دلایلش خوب یاد بگیرید حالی که ما قوه سعودی یا قوه شناوری رو با هم نگه یاد گرفتیم یک قانون بسیار بسیار مهم به نام قانون عرش می دوستم میخوایم با هم نگه بررسی کنیم که یه قانون چی میگه خب برای بررسی این قانون شما به دخت سیان نگاه کنید ما با رسم شکل قانون به شما عزیزان توضیح میدیم فرض کنید که ما یک قوه سنج داریم در جلسات قبل با حالا آشنا شدیم دیگه سهیسته؟ یک قوه سنج داریم که درجه بندی شده یه خب یک قوه سنج به یک جسم متصل میکنیم و مشاهده میکنیم که قوه سنج ما ده نیوتن نشان میده پس نتیجه که میگیریم اینه که وزن جسم ما ده نیوتن در عادت عادی در گام بعدی چی کار مونیم؟ در گام بعدی همین جسمی که به قوه متصل شده را یک ظرف در نظر میگیریم این ظرف ما دارای یک سیال یک مایه داخل از این ظرف ما قرار داره سعی خب این قوه سنجه با جسم داخل ظرف فرو میبریم داخل از این سیال فرو میبریم و میبینیم که قوه سنج ما مثلا 6 نیوتن به ما نشان میده سعی شد اینجا 10 نیوتن نشان میداد اما اینجا 6 نیوتن به ما نشان میده 4 نیوتن کمتر نشان میده علتش چیه؟ آفرین بر شما علتش برمیگرده به همان قوه سعودی یعنی یک قوه سعودی یا قوه شناوری که اف بی هسته مساوی دهی حالت برابر با 4 نیوتن هسته به جسم وارد شده و قوه, قوه سنج ما 6 نیوتن نشان داده خب حالا اگه یه آزمایش فراتر ببریم چی کار میکنیم؟ همین ظرف در نظر بگیرید این ظرف ما یک سوراخ داره یک ظرف کوچکتر دیگه اینجا قرار داره سعی دو تا ظرف دارم ظرف بزرگ ظرف کوچکتر سعی خب داخل از این ظرف بزرگتر هم یک سیال قرار داره همین جسم که به قوه سنج متصل شده ما وارد از این سیال میکنیم وقتی که شما وارد سیال میکنید چه اتفاق میفته شما بارها و بارهایی را دیدید دیگه وقتی یک جسم داخل یک ظرفی که داخل, این ظرفی ما مایه است فرو میمرید یک مقدار از مایه سرریز میشه دیگه از ظرف خارج میشه چون ما اینجا یک سوراخ ایجاد کردیم این مقدار مایه اضافی از طریق این سوراخ وارد این ظرف ما میشه دیگه صحیح خب اینجا قوسن 6 نیوتن نشان میدم اگر ما این مایه ای که داخل ظرف کوچکتر قرار گرفته را وزن کنیم این نشان میده که چهار نیوتنه صحیح است؟ قوه سودی هم چهار نیوتن بود پس اینجا آقای عرش یک نتیجه بسیار مهم گرفت نتیجهش چی بود؟ گفت قوه سودی با وزن سیال بجا شده برابره یعنی قوه سودی که شما اینجا وارد کردید با وزن این سیالی که از داخل ظرف خارج شد با هم دیگه برابر هستن این میشه قانون عرش می خب حالا که این مفاهیم یاد گرفتید چند تا سوال با هم دیگه حل کنیم سوال با هم میخوانیم جسمی با کتله 5 کیلوگرم به آب انداخته میشه اگر بر این جسم قوه سودی شست نیوتن وارد شود چه اتفاقی برای آن رخ میده؟ یک شنا میکنه دو به آب فرو میره سه نه فرو میره نه سعود میکنه چهار هیچ کدام کدام گزینه پاسخ سعیه ای؟ سوال ما هست با توجه به نکاتی که خدمت شما عزیزان گفتیم خب با هم دیگه این سوال یک بررسی کنیم خب سوال گفته جسمی با کتله 5 کیلوگرم ما داخل آب انداختیم اگر بر این جسم قوه سودی 60 نیوتن وارد شود خب این ظرف مایه داخلش مایه قرار داره یک جسم میره ما قراره که داخل ظرف قرار بدیم حالا کتله جسم داده 5 کیلوگرم و قوه سعودی که بر این جسم ما وارد میشه یعنی اف بی رم ما داده 60 نیوتن گفته چه اتفاق میفته ما طبق نکاتی که گفتیم باید ام جی را با اف بی با هم دیگه مقایسه کنیم دیگه خب ام رو دریافت میکنیم میگیم ام یا وزن جسم ما میشه کتله ضرب در ده که برابر با 50 نیوتن میشه دیگه خب حالا یک مقایسه انجام بدیم میگیم که ام شما نگاه کنید 50 نیوتن و اف بی هم که 60 نیوتن است پس ام جی کوچکتر از اف بی هست دیگه ام چند بود 50 بود اف بی هم که 60 بود پس قوه شناوری اینجا بیشتره چه اتفاق میفته باعث میشه که جسم شما چی شد شنا کنه دیگه صحیح پس میشه گزینه اول پاسخ صحیح سوال ما خب سوال بعدی را ببینیم جسمی با کتله 13 کیلوگرم در آب انداخته می شود. اگر بر این جسم قوه سودی 98 نیوتن وارد شود جسم به کدام حالت زیر در می آید یک شینا می کند دو به آب فرو می رود سه نه فرو می رود و نه سود می کند چهار هیچ کدام این سوال هم مثل حالت قبلی حل میشه دیگه چون از ای این سوال بارها در سوالات کنکور ما سوال داشتیم این سوال هم برای شما عزیزان حل میکنیم خب کتله جسم ما ما داده دیگه شکل رسم نمیکنیم گفته ام ما 13 کیلوگرم خب اگه وضع این قصد داشته باشیم دریافت کنیم ام جی برابر میشه با 13 ضرب در ده که برابر با 130 نیوتن میشه دیگه سه قوه سعودی هم به ما داده گفته اف بی برابر است با 98 نیوتن خب شما کافیه یک مقایسه انجام بدین میبینید که ام شما بیشتر از اف بی هست دیگه قوه وزن بیشتر از قوه شناوری شد پس نتیجه ای که میگیریم میشه جسم ما به آب فرو میره دیگه چون وزنش بیشتر شد پس گزینه دوم پاسخ صحیح این سوال ما بود خب شاگرده عزیز یک سوال هم برای شما در نظر گرفتیم با عنوان کار خانگی سوال حل کنید به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ما پاسخهای شما عزیزانم مورد بررسی قرار بدیم سوال یه توضیح دهید چرا قوه شناوری برای جسمی که در یک سیال قرار دارد به سمت بلایه این سوال برای ما حل کنید و برای ما ارسال کنید خب شاید عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما قوه سعودی یا قوه شیناوری رو با هم دیگه یاد گرفتیم قانون عرش میدوس موارد بررسی قرار دادیم تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم خدا نگهدارتان